با نام و یاد آفریدگار بزرگ، با داستان دیگری از کانال باتیست در خدمت شما عزیزان هستیم. این داستان خیانت وزیر و همبستری با زن زیبای حاکم. در روزگاران قدیم در شهری بزرگ حاکمی بود عادل و مهربان. حاکم همسری داشت بسیار زیبا. تمام مردان شهر آرزوی دیدن حتی یک بار شده این زن زیبا را داشتند. وزیر حاکم انسانی فرصت طلب و حریص بود. او دور از چشم حاکم خلاف بسیار داشت. در یکی از سالهایی که باران زیاد نمی بارید و خوشسالی تمام ولایت را فرا گرفته بود، حاکم شهر برای کمک به روستاهای کوچک به سفر رفت و قبل از سفر به وزیر گفت این قصر و امور شهر به دست تو باشد، امانتدار خوبی باش. وزیر در پاسخ گفت اطاعت امر حاکم بزرگ. سفر حاکم چندین بار تکرار شد. در این مدت وزیر در نبود حاکم مردم را بسیار آزار می داد و خراج و مالیات اضافه می گرفت. به پیر و جوان رحم نمی کرد. افراد او به خانه های مردم به زور وارد می شدند و گندم از مردم می گرفتند. از قضا مأموران به در خانه پیرزنی رفتند. پیرزن با تنها نوش زندگی می کرد و کسی را نداشت. مأموران به زور وارد خانه پیرزن شدند و تمام گندمی که داشت را بردند. از آن طرف هم وزیر بدجنس مخفیانه با زن حاکم به ایش می پرداخت. حاکم بی خبر از تمام این اتفاقها به شهر بازگشت و چند روزی دستور استراحت داد. کسی اجازه ورود به نزد حاکم را نداشت. پیرزن تا شنید حاکم از سفر برگشته به قصر رفت تا او را ببیند، اما اجازه ورود نیافت. او هم گفت یا مرا وارد قصر می کنید یا همینجا می نشینم تا بمیرم. در قصر حوضی زیبا بود که حاکم و همسرش در کنار آن به استراحت مشغول بودند. با صدای مأموران و پیرزن حاکم پرسید چه خبر شده؟ گفتند پیرزنی برای ملاقات آمده و چون اجازه ندارد سر و صدا و دعوا را انداخته است. حاکم گفت بگویید بیاید اینجا. پیرزن وارد قصر شد. تا حاکم را دید زبان به لعن و نفرین گذاشت. حاکم گفت ای پیرزن، تو را چه شده که این گونه مرا لعن و نفرین می کنی؟ پیرزن گفت ای از خدا بی خبر، مأموران تو به خانه من ریختند و لقمه‌نانی از گندم که می خواستم به پزم را از من گرفتند. ای حاکم بزرگ، مگر تو را چه شده که چنین محتاج لقمه‌نان پیرزنی گشته ای؟ حاکم بسیار عصبانی شد و وزیر را صدا زد و گفت ای وزیر، در شهر چه خبر است؟ این پیرزن چه میگوید؟ وزیر چیزی برای گفتن نداشت. حاکم گفت پیرزن، من از تو عذر میخواهم و دستور داد 4 کیسه گندم و 100 سکه زر به پیرزن دادند. کنار حاکم یک سبد سیب بود. آن را برداشت و به پیرزن تعرف کرد. پیرزن کنار حوض غمگین نشسته بود. گفت از این سیبها بردار. مرا ببخش و با دل شاد از اینجا برو. پیرزن خوشحال شد و یکی از سیبها را برداشت و در آب حوض شست و گفت خداوندا، در مملکت داری راه روشن کن جلوی چشمان این حاکم تا عدالت را برقرار کند و مردم را شاد کند. این را گفت و با رضایت رفت. حاکم فردای آن روز در فکر خیانت اطرافیان بود و به دنبال رایی که اصل قضیه را بفهمد. شب شد و حاکم در حیاط قصر کنار حوض ایستاده بود. آهی کشید و خواست به داخل قصر برود که ناگهان صدایی از آب حوض شنید و برگشت. دید روی آب تصویری از وزیر و همسرش بود که در حال خیانت کردن به او بودند.
و سربازان را دید که برای گرفتن مالیات مردم را می‌زنند و به زور وارد خانه‌های آنها می‌شوند. از تعجب، از طرفی از عصبانیت، از ناراحتی، حاکم نمی‌دانست چه کند. فقط سکوت کرد و دنبال راه چاره برای تمام این مشکلاتی که از بی‌خبری او پدید آمده بود. ناگهان فکری به ذهنش رسید. دستور داد درون غاری که اطراف شهر بود چاهی عمیق کندند. بعد از آن نزد همسر خیانتکارش رفت و به او گفت: ای زن، من رازی دارم که فقط باید نزد تو بازگو کنم. درون غاری سحری نهفته است که به ادامه حکومت من بسیار کمک می کند. آنجا هر مردی همراه زنی زیبارو چون تو وارد شود و دست در دست پیمان ببندند، تلسمی برای حکومت آن دو تا ابد بسته خواهد شد و این تلسم هیچگاه شکستنی نیست. زن خوشحال شد. گفت: این غار کجاست؟ حاکم هم محل غار را به زن نشان داد و توضیح داد که غار کجاست. گفت: من کارهایی دارم، باید به سفری بروم. وقتی بازگشتم با هم به آن غار خواهیم رفت. پس منتظر باش تا من بیایم و برویم و آن کار آن تلسم را انجام بدهیم. دو روز بعد وقتی حاکم جلوی حوض ایستاد، دید که همسرش در خلوت وزیر رفته و راز را به او دارد بازگو می کند و هر دو نقشه می کشند که به آن غار بروند. حاکم هم مهیای سفر شد و بعد از گذشت یک ماه از سفر بازگشت. دید نه وزیر هست نه همسرش. پرسید: این دو کجا هستند؟ اهالی قصر گفتند: ای حاکم بزرگ، بعد از رفتن شما این دو هم از قصر رفتند و تا کنون نیامدند. کسی نمیداند چه شده. پادشاه به غار رفت و درون چاه را نگاه کرد. دید هر دو در عمق چاه مرده اند. پس دستور داد تا چاه را پر کنند و در غار را برای همیشه ببندند. پادشاه به نزد پیرزن رفت تا از او تشکر کند. در خانه پیرزن را زد. دختری زیبا در خانه را باز کرد. گفت: ای دختر، تو کیستی؟ اینجا چه می کنی؟ دختر گفت: من و مادر بزرگم اینجا زندگی می کنیم. پادشاه با همان نگاه اول عاشق دختر شد و او را از پیرزن خواستگاری کرد. 7 شبانه روز عروسی گرفت و پیرزن را هم به قصر آورد و مردم شهر خوشبخت از وجود چنین حاکمی سالها زندگی کردند. دوستان عزیزم، امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگه از این داستان خوشتون اومده، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتونم معرفی کنید.